دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. خدا اول ای را بگوین که کدام وقت به خاطر انجام دادن کار به کلانا مشاره کردین، میفهمین که مشاره کلانا چی فایده ای داره؟ خیبر ازی که بفهمین، بیاین به قصه گوش بتیم. روز هوا چقدر سرد است و باش که نیفر شده ای پیتا و وار کنم ای نه خیلی دفت از خنده کشتیم از خنده اوهای توتی چطور در شاخ چنار ششته و خنده داره مچم که کتیکی گپ میزن و چرا ای که خنده داره توتی او توتی چی میگه بابا نارچی حالا از درخت پایان شو اینجا بیا علیکم سلام توتی بیشتر چی گپ بود که تو خنده داشتی ها؟ سری گپای مفته ماینا خنده کداب خنده توتی سعی قصه کن ماینا چی گفت که هنوز هم سرش خنده داری ها؟ بابا نور آشانده که مرا شمال خراب کرد و ماینا برای میگه که آشانه تا تشاخ بلند جور کجور خو باز تو ماشینگه که تا در شاخ بلند جور کدی یا نه؟ نه بابا نور ماشینگه که خودا در شاخ پایین درخت که بالای بام از جور میکنن جور ای هی توتی تو خود سرگه پی مینا خنده میکنی مگه میتون نشه که قصه خرگوشکا سرت بیایا خرگوشا را چی شده بابا نور قصه را شروع کن قصه را سعیز خی خوب گوشکتان بگی توتی گوش استم گوش قصه تو راست که در قریه مقبول یک باغ و قلعه بسیار کلان بود. یک روز خرگوشک ها تصمیم گرفتن که به بیرون از باغ طرف کوی قریه برن و هم خوردنی رنگا رنگ پیدا کنن و هم کمه ساعتشان تیر شود. آتوتی خرگوش کلان واره نمیمان که برن و میگفت که اونجا خطر داره. مگم خرگوش ها قبول نکدن و چند قباد از باغ اما تا آستا آستا بر آمدن و با کوی بلند قریه رفتن واو واو که عجب جای مقبول است ابرقک واو بسیار جای خوب شد حتما خوردنی های مزدار هم اینجا پیدا میشه به خونه همیشه یک رقم خوردنی میخوردیم و دل ما را زده بود آه چاکک اینجا رقم خوردنی پیدا میکنیم من بسیار خوش استم ما تو خطنا آمدیم کاش که خرگوشکوی که در قریه بودن اونا را خبر میکردیم گم کچاکک پشت اونا نگرد خوب شد که ناوردیمشان چرا ابرقک اونا خود دوستای ماستن از خاطر میگم که من دیروز خرگوش خاکی همسایه را خبر کرده بودم مگم گفت کدام روز دیگه میریم خو سعیز گفت پیشتر خرگوش کلان یادت میه که چی گفت آه گفت کنجا خطر داره تا حال که دهی جانجان نسیدیم از ای بازشم نمفتیم اوه آبلا کک زود چو که پیدایش کدم چی را میگی چو کک اونه اونجا را سعی کن هلا چقدر زیاده خرگوش آجا چی میکنن؟ آخو چطور همراه خود ساتیری دارن؟ ما یک دفعه نزدیکشان بارم باز من میفهمم چی کنم چقم از همه تبرقت اول خوبش کمای خود سیر کنیم بعد از او بخانی خودم میبریم سرش چاکم من از این هر روز به اینجا میم خوب جای پیدا کنیم حالا از پیشم رفتن همه طوره آه بابا برقی روبا طرف ما میایا آه اینجا بگو که چطور کنیم کجا بریم من از اون چا الله بابا نور روبا اتنا خرگوشکار را میکره خرگوشکار را توتی روبا نزدیک شده بود ابلقک و چاقک از ترس زیاد بیهی رای خود گم کرده بودن بیچاره خرگوشکا چی خواد دادن چی؟ دیگه چی درد سر به تو مد خرگوشکا بسیار زیاد ترسیده بودن که چی کنن و کجا برن کجا برین؟ حال جای گریخ خرمی تانین شما کراک بستیم حالا ابلقک بگو که چی کنیم؟ شکر ما میرسن عجب خرگوش های مزد ها رو پیدا کنیم بسیار گوش رفتم
خدا خسته نکنید، جای گریخته نمیتونید، از خاطری که دیگه کدام رای گریز ندارید. حالا چاکر زود باش که روبان از دیگه شد، دیگه چاره نداریم، باید از این بلندی خیز بزنیم. دکتای سبا که مگم بسیار بلند است. خیلی چی میخوایی؟ چاکر چرا موتن از دیگه زود شو؟ میخوایی کردیم ما خوراک روبان شویم؟ حالا دیگه ابلاقک اگه بفتیم چه تو کنه؟ چاکر اگه خیز کنی نوگار میشیم. حالا چاکر زود باش، نه ترس دیگه، اگه اینجا باشیم میخوریم. ما سایس ابلاقک خیز کنیم دیگه، یک دو سه. توتی، وقتی که خرگوشک‌ها از بلندی خیز کردن، پایین افتیدن و سرشان ده سنگ خورد و اوگار شد. اون روبام آجل طرف پایین بلندی رفت که گیرشان کنن. خرگوشک‌ها که اوگار شده بودن، جای برپد کردن خود میپولیدن. یک دم ابلقک متوجه غار شد که نه بسیار خرد بود و نه بسیار کلان. اون خرگوشک‌ها به بسیار مشکل خود دم غار تخته کردن و داخل غار شدن. روبا بسیار قار بود و دان مغارگک استاد بود. از خاطر که دان مغارگک بسیار خرد بود و روبا داخل شدن نمیتونست. علی چطور خود شد بابا نور چطور؟ دیگه چی درد سر به توم توتی؟ روبا با کندن دان مغارگک شروع کرد. خرگوشک ها که بسیار وارخطا شده بودن، دمی اصنا از درون غار که بسیار تاریک بود، صدای مشخورما را شنیدن که می گفت روبا دشمن ما مسو، تا می تانن از داخل مغاره به طرف روبا خاک بندازن. مشخورما و چاقک و ابلقک امی کار کردن. چشم و دان روبا خاک پر شد و چیغ زده از اونجا گریخت. شکر بابا نور، بگو که خرگوشک ها باز چی کردن چی؟ خرگوشک ها که بسیار خسته و زله شده بودن، از مشخورما تشکری کردن. خرگوشک ها از خانه مشخورما بیرون شدن که به خانه خود برن. اون از خانه که بیرون شدن، حیران مانده بودن. بابا قک، او خود تاریک شده، روی خانه را چی تو پیدا کنیم؟ خیره، انوز زیاد تاریک نشده که پیش پای خود دیده نکنیم، پیدا میکنیم. ما زیاد میترسم، نشه باز در راکت رو با سر بخوریم. نامشه نگی که اگه قبل از داره جانم مسته، بسیار روبای خطرناک بود. ناخره در خطر انداختیم، خرگوش کلان نیفتومید، حالو چی تو خواد کردیم. چاکر، از امون رای که آمدیم، پس از امون رو به خانه خود میریم، که باز نکنم جنجال دیگه نمانیم. ای سابقه برو که بره. بسیار خسته شدیم، ایرو چقدر دراز شد. اینا به جوی نزدیک باغ رسیدیم. مگم یه او جوی چقدر زیاد است، از این جوی خود تیر شده نمیتونیم. فکر کنم که را خلط کردیم. ابلقک دامدن ما خود یک پل چوبی بود، از روی پل تیر شدیم. او رو چطور تیر شویم؟ آه یادم آمد، بیا که پیشتر بریم، پل دامون بالاتر است. صحیح. اما چاکر این تیزگی ها کم مونده که برسیم. اما بگه توتی، یک پشک کلان سر خرگوشک ها عمله کرد. خرگوشک های بیچار هم چیغ زده خود در داخل جوی کلان انداختن. او بسیار یخ بود و خرگوشک ها گریان داشتن و کمک میخواستن. اویش بیچار خرگوشک ها، دلم برشن بسیار سوخت دلم. توتی، چیغ اونا را خرگوش کلان شنید و عاجل آمد و با بسیار سختی خرگوشک ها را از او نجات داد و به خانهشان برد. اونه دیگه چی درد سر به تومد، چاقک و ابلقک بسیار خفه و جگرخون بودن. وای وای، که سرم از درد نزدیک از بطاقم. افلا که زیاد خونو خوردیم، چو تو کنم. خوب دیگه، خوب شد که با کمکتون رسیدم. چاقک، ابلقک، تشکر خرگوش کلان، خیلی نیک کمک ما کردی. تشکر که از اون نجات ما دادی. بسیار سختی ها را دیدیم خرگوش کلان، دکو نزدیک بود که خوراک روبا شویم. جنجال روبا کم بود که بازده جنجال پشک و او جوی هم افتیدیم.
کاش که ایش با اوکو نمیرفتیم. اوف، چی بگویم اتون؟ گلش از دست خودتون شد. من کلان هستم و یک چیز میفهمیدم که براتون مشوره دادم. صبح براتون گفتم که با اوکو نرین، که گرگ روبا داره و بسیار خطرناک است. مگم قبول نکده. آلی دیدین؟ کاش دیگه پتر قبول میکنیم خرگوش کلان. اول دقیقه جنجالم نمیدیدیم. گفت تو به کل رام فرامد خرگوش کلان. در کل زندگیم به یک قسم خطا نفتیده بودم. کاش که بگفت تو میکدیم. او خیر. آلی هم که فهمیدین کلان گپ است. خرگوش کلان. دویده دویده چیزی که خورده بودیم هضم شد. بسیار گشنه هستیم. خیر باشه. اینه ما براتون چند تا زردک میارم. خیلی خرگوش کلان. آلا فهمیدیم که بگفت کلانو کردن بسیار فایده داره و از بسیار جنجالان نجات ما میده. از خاطر کلانو میفهمن و تجربه دارن. آلا فهمیدیم بابا نور. آلا چی را فهمیدی؟ تو تیگه که سوز پرک. من آخو از مکه ده کلان است. برم خوب مشوار را داده بود. اخو نگه که ده پاینه درق جور نگو که خطر داره خطر. چی قسم توتی؟ ما خو نفهمیدو. بابا نور او شخ درق داری پام بود. اطفال و نشه آزارم میدادن آزار. آفرین تو تیگه که سوز پرک ما. ایناله میرم که از من آخو بخشش بخوایم و بگفتش کنم بگفتش. ما میگم ای ولای توتی، با گفت و مشوری کلانو کدن ما را از بسیار جنجالای کلان نجات میده. بابا نور من رفتم که ماینا جای نره. خداحافظ بابا نور. دوستای عزیز، این قصه را که شنیدین عبدالله فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کده بود. جهانی